سلام به همه دوستان عزیز، من رسانم. خیلی خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از کانال گیمر رسانشو. دمتون گرم که همیشه کانال خودت توی کانال گیمر رسانشو رو حمایت میکنید. همونطوری که از تایتل ویدیو مشخصه، امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که آیا خرید کنسول همراه جدید پلی‌استیشن سونی که به عنوان پراجکت کیو معرفی شد توی مراسم شوکیس اخیر پلی‌استیشن ارزش داره یا نه. درسته هنوز قیمتش مشخص نیست که چقدره، ولی اینطوری که از مشخصاتش و تعریفایی که جیم رایان از این کنسول کرده میتونیم این نتیجه رو بگیریم که آیا ما ایرانی ها این کنسول رو بخریم یا نه. قبلش کانالتون من سابسکرایب بکنید، زنگولی بقشن بزنید، در اینستاگرام پیج رسان داتور فالو کنید. بریم ببینیم که به چه صورته. بوس بدم و تک تکتون، بریم توی ویدیو. خب توی مراسم شوکیس پلی‌استیشن اومد کنسول جدید دستیشو معرفی کرد به نام پراجکت کیو. اگه بخوام دقیقا براتون، حالا چون هنوز که به تولید انبوه که نرسید، یعنی هنوز اصلا تولید نشده کامل، چون خود جیم رایان گفته که هنوز در حال توسعه، ولی اگه بخوام براتون توضیح بدم، دقیقا همین کنترلر PS5 در نظر بگی نصفش کردن، یه تیکش اومده این و تیکش اومده این و بعد وسطش یه مانیتور 8 اینچی قرار داره. اوکی، و حالا احتمالاً چیزی که مشخصه مانیتورش تاچه دیگه، لمسیه، و دقیقاً هم همین دیگه، یعنی چیز اینطوریه. حالا پشت چیزم، پشت خود کنترلرم سفیده، کاملاً شما دیدید به چه صورته توی حالا مراسم شوکیس. چیزی که مشخصه خیلی طراحیش شبیه طراحیه، حالا اینطوری میگم، کنترلرای هست که واسه مثلا بازی پابجی شما میرفتی میخریدی، بعد مانیتور حالا تبلت رو میذاشی بینشون، یه حالت اینطوری درست کردن. نخواست خیلی کنسول دستی شبیه مثلا استیم دک بشه یا شبیه مثلا نینتندو سویچ، یعنی این خیلی مشخصه که خواسته طراحی منحصر به فرد داشته باشه. حالا اینکه شما این حالت رو داشته باشید که مثلا چه میدونم، حالا وسطش این مانیتور آیا جالب در میاد، جالب در نمیاد، این دیگه بستگی به این داره که این کنسول همراه بیاد تو ایران، ما حالا بخریمش یا مثلا من بیارم حالا بررسیش بکنم بهتون بگم که آیا مثلا اوکیه یا اوکی نیست. حالا کلن به چه صورت کار میکنه؟ بچه اینطوری شما اصلا اینو فرض نکنید که حالا آره یه کنسولی هست من میتونم روش بازی بریزم بازی بکنم، نه اصلا اینطوری نیست. البته نمیدونم، شاید یه همچین قابلیتی داشته باشه، مثلا بهتون میگم، مثلا شاید شبیه ساز بازی های قدیمی سونی باشه، مثلا یعنی شما مثلا بتونید روی کنسول بازی PS1 PS2 و شاید هم PS3 هم بازی بکنید، مثل PS Vita هم خیلی از بازی های PS3 هم اگه اشتباه نکنم میتونستید بازی بکنید اگه یادم باشه، PS2 رو که میدونم بود، یعنی بعضی از بازی PS2 بود، PS3 یادم نیست، ولی امکان داره که مثلا این کنسول یه نوع امیولیتر هم بشه، چون میدونی خود جیم رایان گفته که اطلاعات بیشتر رو ما در آینده در اختیار شما کاربران میذاریم. اما در اصل این کنسول به چه صورت کار میکنه؟ ببینیم، ما یه اپلیکیشنی چند سالیه سونی حالا آورده روی کنسولش، هم پلی‌استیشن 4 بود هم پلی‌استیشن 5، به نام پلی‌استیشن ریموت پلی. چی کار میکنه؟ شما مثلا الان گوشی دارید، تبلت دارید، کامپیوتر دارید، هرچی از شما میتونید پلی‌استیشن ریموت پلی رو نصب بکنید، اکانت PSN‌تون رو لینک بکنید به اپلیکیشن پلی‌استیشن ریموت پلی یا PS ریموت پلی، و اکانت PSN‌تون میاد بالا، هر بازی که رو اکانت PSN‌تون باشه شما اونجا بازی میکنید. اما یه شرط داره، شما باید کنسول هم داشته باشید، یعنی شما مثلا بهتون میگم اگه میخواید این کنسول دستی رو بخرید شما باید یه PS5 هم داشته باشید، PS5 هم به اینترنت وصل باشه و یک کدی رو شما بدید به کنسول دستیتون، حالا یا به گوشی یا به کامپیوتر، هر کی PS ریموت پلی نصبه اون کد رو بدی، اکانت PSN‌ت هم بیاری بالا و اینا با هم لینک بشن. چیزی که من یادمه توی پلی‌استیشن ریموت پلی بود این بود که باید دوتا کنسول، یا یعنی هم کنسول هم حالا گوشی یا کامپیوتر به یک وایفای وصل می بودن که بتونید شما بیارید بالا. نمیشه مثلا یه چیزی بهتون میگم، شما مثلا گوشیتون رو به نت خود گوشی، یعنی به دیتای خود گوشی وصل کنید، PS5 ات هم مثلا به حالا وایفای خونگی، بعد تو مثلا بری بیرون و راحت بتوزی، نه اصلا هم چیزی نیست، یعنی
دو تا دیوایس باید به یک وایفای وصل باشن. خب این محدودیتی بود که شما مثلا به تو میگم تنها کاری که میتونستید بکنید این که مثلا PS5 بتونه لینک میکردید به موبایل یا به تبلت یا به هر چیزی که داری یا به کامپیوتر، مثلا میرفتید حالا جای دیگه بازی میکردید، دیگه اون حالت LCD اینا نه، که حالا خیلی ها دوست داشتن که مثلا گوشی موبایل بازی کنن. اما یه سری شرط داره، اینترنتون باید خوب میبود، یعنی با اینترنت، با این وضعیت اینترنتی که ما تو ایران داریم خود 100% خیلی نمیتونی اون تصویر دلخواهی که روی مثلا PS5 روی مانیتور داشتی رو روی موبایل یا روی لپتاپ شما داشته باشی. یعنی این چیز خیلی، چون من خودم تجربهش کردم، قشنگ تجربه چیزو داشتم. یعنی حتی من یه ویدیو هم یادم ساختم که حالا عنوان ویدیو این بود که بازی GTA V روی موبایل، بعد پلیستیشن ریموت پلی رو آورده بودم روی، یعنی کلا PS4 رو آورده بودم روی موبایل رو همین حالا گوشی شیائومی پوکو X3، و واقعا هم خوب بود، یعنی اینترنت اون موقع هم خیلی خوب بود، تصویر خوبی میداد. ولی خب PS5تون باید روشن باشه یا PS4تون باید روشن باشه. یعنی یه چیزی اینطوری بهتون بگم خیلی راحت، شما تصویر پلی‌استیشنتون رو استریم میکنید روی موبایلتون، ولی از لحاظ کنترل اینا کاملا با خود موبایله. یعنی یه تاچی یادم اومد روی موبایل و حالا جهت ها دکمه ها R1 R2 L1 L2 هم بود و میتونستی حالا با خود تاچ گوشی بازی کنی. به علاوه این که کنترلر هم خیلی راحت میتونستید نصب بکنید روی حالا موبایل و بازی بکنید. دقیقاً کاری که این کنسول دستی هم انجام میده همینه، یعنی دقیقاً چیزی که الان برای ما توضیح دادن همینه. یعنی اینطوری بهتون بگم، سودی که به شما میده اینه که مثلا توی خونه دیگه خسته شدی، نشستی روی صندلی یا روی LCD داری بازی میکنی، میری مثلا حالا چی میگی، حالا بگیم مثلا میگی خب اوکی بذار الان روی تخت دراز بکشم بازی بکنم. علاوه بر اینکه جذاب دیگه، شما کلا بهتون میگم یه بازی گرافیک بالا مثلا Resident Evil 4 ریمیک رو روی کنسول همراه روی تخت دراز کشیده بازی کنی، خیلی حس خوبی بهتون میده، حالا با اون حالت طراحی کنترلری که گذاشتن اینور اونور LCD. ولی اینکه فرض کنید که شما مثلا این بازی ها رو میتونید همه جا با خودتون ببرید، نه، هر جایی که میخوای ببری باید PS5 هم با خود ببری. چرا؟ چون بهتون گفتم شرط این کار اینه که دوتا دیوایس به یک نت وصل باشه، چیزی که پلیستیشن ریموت پلی و حالا انجام میدادیم اینطور بود، مگر اینکه توی این حالا دیوایسی که جدیدن که به نام پروژکت کیو طراحی کردن، شاید مثلا شما بتونید به اینترنت دیگه ای هم متصل باشید که احتیاج نباشه کنسول رو با خودتون ببرید این ور اون ور، میدونید؟ یعنی اینم من بعید میدونم، اصلا نمیدونم، ولی بعید میدونم یه همچین اتفاقی بیفته. حالا این کل کارایی این پلی‌استیشن، این دستگاه بود. طراحیش، من نمیگم طراحیش دهه، نمیگم خیلی بده، من حقیقت خیلی طراحی باحالتر و خفن‌تری دوست داشتم که سونی انجام بده، خیلی ساده بود. مثلا هرچی آدم فکر میکنه احساس میکنه که مثلا کنترلر زیاد آورده توی حالا انبارش، اومده نصفشون کرده باشون مثلا کنسول خانگی ساخته. حالا اما بالاخره یه شروع دیگه، بالاخره باید کنسول ها برن به سمت کنسول های خانگی، در صورت خیلی هم معتقدم، میگم خیلی هم احتیاج نیست شما حالا حتما یه کنسول همراه داشته باشی، یعنی حتما احتیاج نبود سونی بره سمت کنسول همراه. سونی داره توی خودمون کنسول های خانگی حالا خیلی خوب عمل میکنه کارنه، ولی خب بالاخره خیلی ها هم دوست دارن، خیلی ها پلیر کنسول های همراه هستن، یعنی من خودم خیلی دوست دارم حقیقتا. یعنی اگه مثلا بتونم یه کنسولی داشته باشم که بازیه که روی PS5 هم دارم روی یه کنسول همراه هم داشته باشم، خب خیلی جذابه، ولی خب محدودیت هم داره. خب حالا ارزش داره، ببینیم قیمت با این وضع تورم، وضع دلار، شک نکنید قیمت فضاییه. یعنی مثلا من یک حالا مثالی براتون بزنم، PSVR 2 که اومد قیمت $500 بود، یعنی شما عین یه هزینه یه PS5 رو باید هزینه میکردی که یه PSVR 2 بتونی بخری. 100% هم این کنسول وقتی به تولید انبوه برسه و به ایران برسه قیمتی کمتر اینم نداره، شاید در حد همین هم باشه، یعنی مثلا بین 400 تا 500 یورو. این شما فرض نکن که مثلا میتونی با 5 6 میلیون تا 7 میلیون تا یه همچین چیزی بخری، نه، حداقل یه زیر 20 میلیون تومان دیگه نباید هزینه بکنی. و تو که PS5 داری، مگر اینکه خیلی دیگه مثلا حالا باید
عشق کنسول باشی، کلکسیونر باشی. مثلا من، آره من یه روزی میذارم این قیمت این کنسول بیاد پایین، چون خودم کلکسیونرم، کنسول جمع میکنم. یه روزی که قیمت این کنسول از اون حدش اومد پایین، مثلا تهیهش میکنم میخرم برای خودم نگه میدارم. ولی اینکه خیلی هایپ باشم تا اومد بخرم، نه، چون چیز جدیدی به من نمیده دیگه. میدونید منظورم چیه؟ یعنی همین PS5 هم دارم میارم روی یه تصویر کوچیک‌تر، یعنی استریمش میکنم یه حالت اینطور. این حالا چیز جالبی که جیم رایان گفته راجبه دو تا هنسفریه، یعنی گفته که این حالت ایرپاد مثل آیفون داره معرفی میکنه همراه با این کنسول همراه، و میگه که هم به کامپیوتر میتونه وصل بشه هم به گوشی‌های همراهتون. یعنی داره یه طورایی به سمت دیوایس‌های موبایل خودشو سوق میده. یعنی شما مطمئن باشید احتمالاً سونی و پلی استیشن حتی بره به سمت گوشی‌های گیمینگ. این چیزی که من الان حالا از این صحبت ها متوجه شدم بعیدم نیست که مثلا یه توی مراسم یه دفعه گوشی گیمینگ هم بگه، مثلا بگه آره آقا من دارم این گوشی گیمینگ هم به تو معرفی میکنم. ولی کلن داره میره به سمت این، از این سمت، این بازار، این صنعت. میدونید منظورم چیه؟ حالا نظر شما چیه؟ واقعا سونی داره کار درستی میکنه؟ حقیقتا ایرپاداش هم خیلی خوشگل بود، یعنی من خیلی حال کردم. یعنی اینکه دیگه از این بیاد، اگه جداگونه باشه 100% تهیهش میکنم دیگه. از این حالا حالت هدست دیگه میام بیرون و به جاش دوتا ایرپاد سونی میذارم، خیلی خفن‌تر میشه فکر کنم. و من اگه بخوام بهتون بگم آیا این کنسول ارزش خرید داره یا نداره، برای ما ایرانی ها خیلی راحت بهتون میگم نه، ارزش نداره واقعا. اینکه شما مثلا قیمت فضایی بدی فقط برای اینکه بتونی PS5 تو، اینکه الان نشستی روبروش داری بازی میکنی، بری رو تخت دراز بکشی بازی کنی، نه واقعا ارزش نداره. چون میدونی چرا؟ چون باید من یه PS5 داشته باشی تا اینم بخری. البته نمیدونم که حالا اون کسایی که PS4 دارن میتونن PS4شون رو لینک بکنن به اینم. هیچی جیم رایان راجع به این نگفته. شاید مثلا بیاد بگه که آره شما حتی میتونید اکانت PS4تونم، یعنی اکانت PSNی که به PS4 لینکرم، میتونید مثلا حالا بیارید روی اینا. اصلا نمیتونم الان بهتون بگم میشه نمیشه، اطلاعاتی واقعا در این زمینه ندارم، کسی میتونه توی کامنت ها بنویسه. اما بعید میدونم که دیگه کلن سونی بره به سمت کنترل قدیمیش و هرچی داره برنامه‌ریزی میکنه روی PS5. این نظر منه. اگه بخوام بره 0 تا 10 به این کنسولی عدد بدم، یه نمره بین 7-8 نمیدونم، 10 نمیدم بهش. یه انتظارات دیگه ای داشتم و احساس بکنم فقط حالا رفع تکلیف بوده برای سونی که دوست داشته فقط توی این بازار هم حالا بیاد و تا ببینیم که چی میشه. واقعا هم الان هم نمیخوام حالا خیلی هم حالا قضاوت بکنم این کنسول رو، ولی امیدوارم که اون چیزایی که من پیش بینی کردم توی صحبتام اشتباه باشه و ما نه یه کنسول خیلی جذاب باحال ببینیم. دمتون گرم بچه‌ها، ویدیو رو تا آخر دیدید، شما نظرتون چیه؟ آیا واقعا این کنسول ارزش خرید داره یا نه؟ اینو با ما به اشتراک بذارید توی بخش کامنت ها. اگه هنوز کانال یوتیوب منو سابسکرایب نکنید سابسکرایب بکنید، زنگوله قشنگ بزنید، در اینستاگرام پیج رسان داتور فالو کنید. دمتون گرم تا ویدیو بعد، بازی بعد بوس بدم آقا تک تکتون. خدا نگهدار.